شرایط امروز کشور ما به گونه ای شده که ارتش مظلوم شده اینکه که میان در فیلم ها در مسائل مختلف حتی متاسفانه یه سری از افرادی که کارشناسان نظامی ما هستن میان الان میگن ارتش شاید کاری نکرده یا مثلا نشون نمیدن به حال اون سربازی که اون پایین داشته می جنگیده قطعا یه هواپیمایی بوده پوشش پدافندی بوده هوا نیروزی بوده تو چه عملیاتی میتونی ثابت کنی که ارتش توپخانش فعال نبوده خب نیست قشنگ قطعا هوا نیستش. نیروی داشت فعال نبوده نیرو هواییش فعال نبوده دریا که اصلا کلا بله. ارتش بوده دیگه حالا چون ما نیرو دریای سپاهمون سال 65 شکل گرفته تازه تازه یه سازمان میخواد شکل بگیره مگه به همین راحتی که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش دیده و تخصص و ناو و فلان بیاریم مگه اینطوریه بنابراین کجایی میتونه بگه که ارتش نبوده خب این همین دیگه روایت مثلا روایت همین ها روایت, ها روایت هایی گفته میشه ولی خب شاید یه سری خب از شما البته فیلم هم میسازید که مثلا میبینی یه سید یه حاجی با یه تیربار یه, یه دستی می می یه لشکر رو ظرف 24 از بین میبره خب اگه این جوری 12 شب رو لشکر رو خاطر دیگه 8 تا بری چی بود خب بعضی وقتا تو فیلم های خود حالا بحث نشان دادن رشادت تا و امثالهم هست اما اگر یک پشتوانه قوی نداشته باشه از نظر اینکه مردم متوجه بشن خب هر کسی که یه روزم جنگ جنگو دیده باشه میدونه که اینطور نیست خیلی از فیلم چه تعریف میکنن نه اما من با آقای کی بود کارگردانش فاطمه کیاد تو دفتر خودم موقعی نیرو در جلسه گذاشتم و گفتم آقا برادر من خیلی ممنون دست درد نکنه فیلم خوبی بود حالا خیلی خوب بود حالا ممکنه ما چون سند سالمون زیاده خیلی چیزایی که شما میگید که شما این چیزا مسائل روز درک نمیکنید بلا رو ممکن با درک نکنید ولی آقای حاتمی کیا اون شهید فلایی که تو نشون دادی شهید فلایی ما نبود گفت چرا گفتم ببین شهید فلایی فرمانده من بود در سال 56 که من دانشجو بودم تو مرکز پیاده شیراز یک ابرمردی بود برای خودش شید فلاحی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای آزاسه سوسنگرد گلوله خمپارو توپ می آمد. همه میگن که وقتی گلوله آمد شما باید پناه بگیری میگن شهید فلاحی خم نمیشد راست راست راه میرم میگفتن آقا خم شو میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم دشمن باید خم بشه این یعنی چی؟ فکر میکنی مغزش کار نمیکرد؟ نه یک آموزش بود یک حرکت بود اما شما وردی تو فیلم یاده میگه <applause> بابا این کجا شاید بود؟ من که از اول تا گریه کردم گفتم این شاید ما رو اینجوری نشون میده همین سجاره کیمیا همینطور بود کیمیا که حالا برات بگم بعد کیمیا بعد بگم شما حالا شما اینا رو ثبت و من کیمیا یک ساعت و نیم تو تلویزیون صحبت کردن ضبط که اما پخش نکردن یعنی کیمیا درد در دادم و تازه میگه یعنی ما تو ایران انقدر بی که دختر 14 ساله مون بره تو خط مقدم بجنگه ای توف به شرف ما که ما مردیم دختر 14 ساله ما رو خط مقدم بعد عراقی‌ها بخوام بگیرنش آقا ما ثابت کردیم دختر ما زن ما گرفتار شده بود تو خرمشهر ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه در سراقیه نیافته ما انقدر بی‌غیرتیم که کی میم بر خط مقدم میجنگه کسی منکر این نیست که خانمای ما خواهران ما زنان ما دختران ما تو جنگ نقش بسیار اساسی داشتن اما جای خودشون خط مقدم چی گفته دختر بره بجنگه اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردن چه جوری ممکنه هم چیزی چرا این کار میکنن من فکر کنم یه موقع هماهنگی باید باشه بین کسایی که سینماگرا تایپ کنن آقا اینا که اصلا باشون حرف میزنی که اصلا اعدام میکنن که که اصلا اینقدر با مقامشون برای تعویض نمیذارن همین مشکل هم میاد یعنی شما حالا یه صحبتی کردید من واقعا دلم درد هم اومد نه خودت گفتی خودت مثلا شما غیرت داری که مثلا خود خواهر خودت نه. نه. نه یه دختری از اون شهر دور ایران تو خط مقدم باشه تو نمیری یه میگی من مردم مگه دقیقاً درسته بارد. به قانون مرده اصلا غیرت مرده شرف مرده انسانیت مرده ایرانی مرده که چه اتفاقی بیفته که شرف و ناموسش دست, دست دست دشمن باشه اینطور این تو نیست والله برای اینکه یک دستاورد دیگه نظامی کشور تمجید چه بزرگ جلوه داده بشه از یک بخش نظامی کشور به اون صورتی که حالا شما توصیف کردید عملا تقبیح میشه و ضعیف نشون داده میشه این فضا در نهایت به اینجا خط شده که امروز تو جامعه ما این خدماتی که ارتش فرزن در دوره هشت ساله جنگ داشت که از ابتدای جنگ تا انتهای جنگ که عملیات مرساد و حالا اون نقش آفرینی واقعا قرور آفرین شهید سعید شیرازی باشه مردم متوجه فکر میکنیم این وسط انگار ارتش نبوده بله بارها میگم و مثلا من به عنوان من به عنوان یک خبرنگار اینو بارها مثلا حالا در اقوال مختلف از شنیدم که حالا اسم حالا شما میگید نوید ما میبریم آقای رضایی در مورد شهید سعید سیرازی همیشه اینو بارها گفتن که در عملیات قادر اشتباه نکنم قبل از عملیات قادر گفتند ما تو پنج روز عملیت جنگ و جنگ و جمع میکنیم سه ماه هم طول کشید آخرم شکست خوردن تصویری که از ارتش وجود داره اینه در حالی که همونطور که همون شما دور مثال زدید توی همه کشورهای دنیا نیروی نظامی همیشه عامل غرور اون ملتش حتی آه. اگه شکستم خورده آه. اون جنبه های غرور آفرین آه. و رشادت ها اینا بزرگ میشه چرا امروز ارتش توی جامعه ما یک همچین فضای روانی در موردش ایجاد شده فضای ذهنی در موردش ایجاد شده که ما فکر میکنیم به عنوان یک توده جامعه دارم خدمتتون عرض میکنم فکر میکنیم که ارتش خیلی نقش خاصی نداشته یک نیروی بوده حالا قبل از انقلاب هم بوده حالا دیگه مونده دیگه ولی تاثیر به سزایی تو این رشادت هایی که باعث شده کشور ما پاورجا بمونه نقشی نداشته علت اینو شما چی می ولی این شما که با بحث رسانه سر کار بهتر می‌دونید تحلیل کنین شاید یکی از علتاش همین بوده که ما مثلا وارد بحث تبلیغات نشدیم شاید یه سری عواملی بودند که هنوز هم زاویه دارن با ارتش مثلا حرفایی بزنن گفتایی بزنن این ثابت کنن هنوز هم ما میبینیم هنوز هم هست علتش این بوده ببینید اگر که هر کسی به شر وظایف خودش به پردازه دوگانگی به وجود نمیاد اگر میخواید صحبت منو بنویسین من خواهش رو بنویسید تقصیر شماست شما با نسرای قبلی که مثلا فرض بفرمایید که اصلا نیم در موقعیت ارتش رو حساب بکنن مثال به ما میگن که توی فلان عملیات عکستون کو تصویرتون بابا ما هنوز هم کسی حق نداره با دوربین تو پس فرماندهیمون ایمون بره خب من چه کار کنم این آموزش ارتش هست حتما هم منافعی دارد حتما عکس حتما هست شما نگاه کنید تو بقیه جاها نیروهای مردمی برادران سپاه بسیج می رفتن. هر گروه یه فیلم هم راش بود مگه نبود خدا رحمت کنه شهید آوینی خب مگه کم انسانی بود با اون صدای خوب با اون هوش خوب با اون ذکاوت خوب ببینید چقدر قشنگ می گوید اگر ما یه تو ارتش داشته باشه هنوز که هنوزه ما برای مستند سازی و اینکه از این تجربیات برای استفاده آیندگان بشود خیلی خوبه اما ما هنوز هم اعتقاد چیزی نداریم که هر حرکتی ارتش انجام میدهد باید رسانه ای بکنه اره اتفاقا که رو اره میفته خود من بگم و خیلی در من نیست چرا مگه الان در ارتشهای دنیا هر حرکتی انجام میدن رسانه میشود میشود؟ نمیشود نیازی نیست بشود چون ارتش باید کارش انجام بده و دلیلی ما نداریم که هر حرکتی ما انجام میدیم بیایم مثلا بگیم مگه ما شرکت مثلا تولید یخچالیم مگر ما شرکت مثلا تولید ساختمانیم مگر ما شرکت تولید دوربینیم که هی یه چیزی تولید بیام بگیم این شدیم بابا این توان امنیت کشور است هنوزم که هنوزه که شما میبینید این جاری و ساری نشده است به نظرم این چیزی که وجود داره که به نظرم خیلی هم بد نیست اما بالاخره اگر سیستم اینجوری ما البته خب بدونید می روابطمون می‌داریم، سازمان عقیدتی داریم چارچوب داره شهر وظایف داره تو کار خودش رو انجام میده و خیلی هم خوب انجام میده اما واقعا اگه قرارت اینجوری باشه خب باید ما هم داشته باشیم دیگه از این به بعد خیلی توسعه بدیم خیلی رسانه‌ای بشیم خیلی هر حرکتی انجام بدیم غیر از مستندسازی برای استفاده آینده ها که ما هنوز به اون نتیجه نرسیم فکر کنم جوان امروزی باید احساس بکنه که امنیت کشورش برقراره و بدون کی انجام داده لازم نیست که من هر روز برم بگم آقای جوان امروزی تو بدان که من ببین من سیاری چقدر کار میکنم ببین من چی ساختم ببین من چطور زیر دریا میرم بابا اینا دشمن ازش استفاده میکنه یک رزمایش انجام میشه قدرت رو میفهم به جوان امروز حالا بحث توان ما بعد عادت دادیم ما اومدیم تو یک محیط رقابتی قرار گرفتیم خودمون رو مقایسه میکنیم چرا مثلا تلویزیون این کارا چرا؟ من به نظرم این اصل قضیه هست اما اینکه میگم ما شما هستی به این دلیل که حالا اگه قراره چیزی رسانه‌ای بشه چرا نسبت به ارتش نسبت به دیگران مثل بقیه نیست خب همین حرف من رو من برم یه جا توی تیربون بشینم حرف بزنم خیلی آدم ها میرن تعدادی میگردن توی این ای پیدا کنن که یه جاش زیر سوال ببرن یه جایی تو تلویزیون چندی پیش یه کسی رو اووردن اسمش یادم رفته شاید این بچه ها بدونن نشوندن گفتن که تا چند سال پیش تا چند سال پیش که الان چند سال از جنگ گذشته سی سال گذشته دیگه گفت تا چند سال پیش یعنی پنج شیش سال پیش آمریکاییا و نیروهای ای توی خلیج فارس تو آب‌های داخلی ما هم می اومدن تو آب‌های سرزمین ما هم می اومدن و کسی رودارشون نبود این مال چند ماه پیشه فکر سه چهار ماه پیشه که من خودم شخصا به عنوان یک کسی که درگیر این قضیه بودم خیلی به برخورد و اصلا انتظار نداشتم از سیمای ما که یه چین حرفی بزنه و یه کسی بیاد تو برنامه زنده این حرف رو مطرح کنه چون یک سرشکستگی بزرگی برای همه ما بود و کل خانواده شهید و جانباز و آزاده و پیشکسوت همه رو زیر سال برد و من قانونی شکایت کردم برای رئیس صداسی سیما نامه نوشتم پیگیری کردیم این بچه های ما توی عقیدتی دنبال کردن هیچ کم جواب ما رو نداد این معلومه که یه چیزی پشت پرده است تو خود سیستم صدا سیما حالا این می‌تونی حرف من به آقای علی عسکری هم بگید به این دلیل که ما روز دوم جنگ سابقه داریم سابقه رسمی داریم یک اعلامیه صادر کردیم در عرصه دریا که کشورهای مختلف یا ناوهای مختلف و کشورهای های مختلف در دریا عبور و مرور دارن اطلاعیت داخلی نیست بین المللی است ما اطلاعی بین المللی دادیم که خلیج فارس رو نصف کردیم آبهای داخلی که هیچ آبهای سرزمینی و فلات قاره خودمون رو منطقه ممنوع اعلام کردیم و گفتیم اگر کسی وارد این منطقه ممنوعه بشود توی نقشه با قرمز معلوم کردیم اگر توی این موزه دفاع مقدس هم برید من تابلوش اونجا زدم و گفتیم تو اعلامیه که اگر کسی وارد این منطقه بشود بدون اجازه ما برخورد باش میکنیم و تا پایان دفاع مقدس و تا امروز دشمن اجازه پیدا نکرده و وارد آبای سرزمین ما بشود این حرفی که اینا تو تلویزیون زدن و پخش شد یعنی همه ای ما به غیرتیم یعنی همه ای ما احساس نداریم یعنی همه ای ما مردیم یعنی همه ای ما مرد رو نمیشنسیم. یعنی همه ای ما منافع ملو رو نمیدونیم آخه بی وجدان که نشست این حرف رو زدی یک حساب نکردی که چقدر آدم ممکنه تو این قضیه درگیری باشه خب این داشته باشیم اول و من خواهش میکنم همه پخش کنید و بگیدم به این مسئولین که حداقل اجازه بدن ما تو تلویزیون همون نقشه رو بذاریم همون اعلامیه جهانی هم بریم یا اعلامیه جهانیه و در طول جنگ کجاها وارد آبای ها سرزمینی ما شدن و دلیل و مدرک مشخص دید.